بسم الله الرحمن الرحیم خوشحالم که امروز این فرصت به وجود آمد تا با خبرنگاران محترم گفتگو داشته باشیم و سوالات مورد نظر اونها رو پاسخ بدم در آغاز باید عرض کنم که هفت سال و چند ماه از دولت یازدهم و دوازدهم گذشته و هفت ماه و چند روز از فرصت این دولت باقی مونده. خداوند بزرگ رو شک گذارم که بار مسئولیت اداره کشور رو در سختترین شرایط یک قرن گذشته بر دوش ما گذاشت و امروز با وجود جنگ اقتصادی و همچنین ویروس کرونا سختترین روزها و ماهایی است که بر مردم عزیز کشور ما میگذره و دولت در سختترین شرایط بار مسئولیت رو برای اداره کشور بردوش داره اگر بخوام یه گزارش چند دقیقه از هفت سال و چند ماه گذشته رو بگویم باید اون هفت سال رو بر دو قسمت تقسیم کنیم دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی و دوران جنگ تحمیلی اقتصادی در دوران قبل از جنگ تحمیلی اقتصادی دولت رو در سختترین شرایط بعد از جنگ یعنی رکود تورمی تحویل گرفتیم در شرایطی که رشد اقتصادی ما منهای هفت ممیز هفت و تورم ما بالای سی درصد بود که بعد از جنگ سابقه نداره که آغاز دولتی با رکود تورمی شروع شده باشه و آغاز شده باشه در اولین سال دولت یعنی در سال 93 بعد از شش ماهی که در سال 92 ما گذراندیم در سال 93 هم ما به رشد اقتصادی رسیدیم به رشد مثبت اقتصادی رسیدیم و هم تورم رو به حدود 15 درصد کاهش دادیم و در سالهای بعد رشد اقتصادی ما علا رغم اینکه ما در بدترین شرایط درآمد نفتی قرار گرفتیم درآمد نفتی ما قبل از دولت یازدهم حدود 100 میلیارد در سال بوده و در دوران دولت ما در بهترین شرایط ما مساوی با بدترین شرایط دولت قبل بوده یعنی سال 91 و به طور متوسط در سالهایی که درآمد نفت ما خوب بوده حدود 50 و دو میلیارد دلار بوده یعنی سالهای 93 94 95 و 96 به طور متوسط 52 میلیون دلار و علاوه اینکه ما در سال 93 دو چهار کمترین درآمد نفتی شدیم درآمد نفتی ما از 100 خورده میلیون دلار رسید به سی و در بعضی از ماها حتی از سی دلار هم نفت کاهش بیشتری پیدا کرد. اما در این حال در طول هفت سال بهترین شرایط از لحاظ کاهش تورم در سه سال 94, 95 و 96 داشتیم متوسط تورم ما در این سه سال حدود 11 درصد بوده در پنجاه سال گذشته سابقه نداره که کشور در سه سال متوالی تورم متوسط حدود ده درصد باشه و بیش از دو سال ما تورم تکرقمی داشتیم یعنی از اواخر سال 94 تورم ما تکرقمی شد 95 و 96 تورم ما رقمی بود ماهای اولیه 97 م یه چند ماهی تکرقمی بود که بعد ما وارد شرایط جنگ اقتصادی شدیم. یکی از بالاترین رشد اقتصادی که کشور ما داشته در سال 95 بوده که بالاترین رشد اقتصادی جهان رو ایران داشته و در طول این هفت سال در بسیاری از زمینه ها ما به مردم وعده دادیم عمل کردیم وعده ما به مردم اعتدال بود وعده ما به مردم تعامل سازنده با جهان بود وعده ما به مردم این بود که تحریم رو از دوش مردم بر می داریم. مردم رو به حقوق حقه خودشون میرسانیم حق حسیه ای رو به عنوان یک حق قانونی برای ملت ایران تثبیت کردیم یعنی در سال 94 به بعد فعالیت هسته ما قانونی البته قبلش هم قانونی بوده منتها حالا در چارچوب مقررات شورای امنیت و سازمان ملل اونها غیر قانونی می دونستن این حق هسته ای رو برای مردم ایران قانونی کردیم کشور رو از پی ام دی و از شرایط سخت آژانس رهانیدیم و اقداماتی که در این مدت انجام دادیم یک مدیریت قابل قبول بوده یعنی سال 93 و 94 و 95 و 96 ما یک مدیریت اقتصادی داشتیم که تونستیم کشور رو هم از رکود هم از تورم از تورم سخت نجات بدیم و هم در مسائل مهم مورد نیاز مردم خودکفایی رو ایجاد کنیم در گندم تا حدی در شکر و برنج البته نزدیک شدیم به خودکفایی در انرژی ما به خودکفایی رسیدیم یعنی گاز بنزین گازوئیل که قبلا وارد کننده هم گازوئیل بودیم هم وارد کننده بنزین بودیم و هم در زمستان وارد کننده گاز بودیم ما در هر سه زمینه به خودکفایی رسیدیم در انرژی برای اولین بار در دولت یازدهم و دوازدهم البته در دولت دوازدهم ما محصول گاز ما و تولید گاز شیرین ما در کشور به یک میلیارد متر مکعب در روز رسید یعنی از 600 و خورده میلیون ما تولید گاز رو رسوندیم به هزار میلیون به یک میلیارد رسوندیم در حوزه های مشترک گاز، در حوزه های مشترک نفت ما تونستیم پیشرفت های قابل توجه داشته باشیم. در حوزه مشترک گاز ما به اندازه شریکمون یعنی قطر و از قطر جلو زدیم در تولید گاز، در نفت، در میدان مشترک با عراق از هفتاد و خورده هزار بشکه در روز رسیدیم به حدود 400 هزار بشکه در روز و در این زمین هم در میدان مشترک ما تونستیم مردم رو به حقوق حقشون برسانیم و در زمینه های مهم از قبیل کشاورزی، صنعت شرایط ما شرایطی شد که شما میدونید در کشاورزی ما از 97 میلیون تن محصولات کشاورزی رسیدیم به 123 هزار میلیون تن و تا آخر این دولت می رسیم به 130 هزار میلیون تن. حالا الان فرصت این نیست که من توضیح بدم در زمینه های کشاورزی اقداماتی که ما انجام دادیم مکانیزم کردن کشاورزی در اقداماتی که برای آب برق که مطلع هستید که ما تلفات برق رو رسوندیم به تک رقمی تولید برق ما از متوسط دولت‌های قبل بیشتره ما در هر سالی به طور متوسط 2000 مگاوات به برق اضافه کردیم که یک و هفت دهم ده متوسط ما بوده در زمینه تولیدات صنعتی شما میدونید ما در زمینه فولاد در این دولت به دو برابر رسوندیم محصولات فولاد رو در آلومینیوم هفتاد درصد اضافه کردیم بر تولید کشور و همچنین در زمینه پتروشیمی ما در جهش دوم هستیم که توان پتروشیمی رو به دو برابر رسوندیم های بسیار مهم در همین سال علا رقم شرایط کرونایی داشتیم و همچنین اشاره خواهم کرد ما های مهم تا پایان این دولت خواهیم داشت در زمینه جاده ریل بندر اقدامات ما در هر یکی از این زمینه ها من خواهش میکنم از همه خبرگزاری ها و روزنامه ها و رسانه ها یک مقایسه بکنند محصولات و دستاوردها و تولید دولت یازدهم و دوازدهم علی رغم تحریم علی جنگ اقتصادی با دولت های گذشته با توجه به شرایطی که داشتیم میتونیم کاملا به یک نقطه ای برسیم که دولت نمره قابل قبولی رو دریافت کنه از مردم در زمینه مسائل اجتماعی شما مطلع هستید بزرگترین کار دولت تحول سلامت بود طرح تحول سلامت که کار عظیم و بزرگی انجام دادیم کاری که در تخت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی کردیم تقریبا با نوسازی هایی که ما انجام دادیم تخت بیمارستانی رو به دو برابر ما رسوندیم نسبت به اونچه قبل از دولت یازدهم بوده و در زمینه همگانی کردن بیمه سلامت مردم کاری بود که برای اولین بار در این دولت انجام گرفت و همچنین مقابله و مبارزه با فقر مطلق که هم در سالهای پیش و هم در بودجه امسال اقدامات بسیار خوبی انجام شد و در مجموع ما در تولید هم صنعت هم کشاورزی و هم در خدمات اجتماعی قدم های بسیار مهمی برداشتیم دولت الکترونیک به معنی واقعی کلمه در این دولت هست که ما شاهدش هستیم خدمات رو از ده درصد به هفتاد و درصد ما رسوندیم خدمات الکترونیک رو شرکت های دانش میدونید که عددش بسیار ناچیز بود سی چهل شرکت دانشبنیان ما بیشتر نداشتیم الان پنج هزار شرکت دانشبنیان داریم کار عظیم و بزرگی این دولت در شرکت شرکت های دانش انجام داده و همچنین در سایر زمینه هایی که حالا سیاست خارجی که از اونها بوده که اقدامات دیپلماتیک بسیار مؤثری رو انجام داده و اما امسال علاوه بر جنگ اقتصادی ما مواجه شدیم با کرونا البته از آخر بهمن سال گذشته و همه امسال رو ما گرفتار این ویروس بودیم و احتمالا تا پایان سال هم همین مشکل رو خواهیم داشت کم و بیش تا به سال آینده برسیم دولت در باقی مانده زمان خدمتش یعنی در هفت ماه و نیمی که تقریبا از عمر این دولت باقی مانده تمام تلاش دولت بر اینه که طرحهای نیمه تمام خودش رو بتونه تکمیل کنه و در اختیار مردم قرار بده مخصوصا ترهای مهم ما در زمینه تخت های بیمارستانی برنامه ما اینه که بین 11 تا 14 هزار تخت بیمارستانی تا پایان دولت اضافه کنیم در زمینه شرکت های دانشمنیان شرکت های دانشمانیان رو تقویت خواهیم کرد کارخانه های نوآوری رو در بسیاری از استان ها به افتتاح می‌رسانیم و همچنین تا پایان این دولت ترهای مهم ریلی رو ما افتتاح خواهیم کرد شما میدونید یکی از افتخارات این دولت تحول در حمل و نقل ریلی بوده هم در واگن سازی هم در لوکوموتیو سازی هم در زمینه خطوط ریلی شما میدونید ما استان همدان رو به خطوط ریلی وصل کردیم کرمانشاه رو به خطوط ریلی وصل کردیم ارومیه رو به خطوط ریلی وصل کردیم گیلان رو رشت رو به خطوط ریلی وصل کردیم و تا پایان این دولت ما دریای خزر رو به خطوط ریلی در گیلان البته در مازندران ما داشتیم به خطوط ریلی وصل خواهیم کرد کاسپیان رو متصل خواهیم کرد به رشت تا پایان این دولت تلاش ما این هست که در زمینه استان سیستان و بلوچستان ما بتونیم چابهار رو به زاهدان متصل کنیم تا پایان امسال چابهار به ایران شهر زاهدان به یکی از شهرهایی که مد نظر ما هست متصل خواهد شد و ما بقیه این ریل هم تلاش ما اینه تا پایان این دولت تکمیل کنیم یعنی چابهار متصل بشه به زاهدان و در زمینه راه بزرگ راه و راه های آزاد راهی یکی از طرحهای مهمی که داریم اتصال اصفهان به شیراز هست که این در این دولت انجام خواهد شد که یکی از مهمترین آزاد راه های مهم کشور هست طرح بسیار مهم گوره به جاس که یک طرح که دولت هست که نفت رو از خلیج فارس میاریم به دریای عمان برای صادراتش این طرح استراتژی که تا پایان دولت افتتاح خواهد شد یک بخشیش اوایل سال آینده به افتتاح میرسه در زمینه محیط که دولت کارهای بسیار مهمی رو انجام داده طرح بسیار مهم احیای دریاچه ارومیه تا پایان سال افتتاح خواهد شد و کنلی که الان باید آبها رو متصل بکنه به دریای ارومیه به دریاچه ارومیه چند کیلومتری باقی مونده که احتمالا تا بهمن یا اسفند این کار اتمام به اتمام خواهد رسید همه تلاش ما اینه که ما ترهای مهمی که داریم تا پایان این دولت بتونیم اونها رو به اتمام برسانیم کار مهمی که ما امسال داشتیم تقدیم لایحه بودجه بود به مجلس شورای اسلامی که قبل از موعد مقرر یعنی دوازدهم آذر ماه این لایحه رو تقدیم مجلس کردیم لوایح مهم ما در مجلس متاسفانه در هم مجلس دهم ده و هم یازدهم به تصویب نرسیده هنوز امیدواریم در این مجلس به تصویب برسه که لازم شد من اشاره میکنم مثل لایه شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد سه لایه مادر و بسیار مهم این دولت است که در مجلس قبلی تقدیم شد در مجلس قبلی باقی ماند به بررسی نرسید در این مجلس ما امیدواریم به بررسی برسونیم کار بزرگ دیگری که در پیش داریم اجرای انتخابات سال 1400 هست که ما امیدواریم این انتخابات شکوهمند و با حضور همه احزاب و گروه ها و با یک رقابت بسیار خوبی برگزار بشه و مهم دیگری که پیش رو داریم بحث کروناست ما در بحث کرونا یک مدیریت متناسبی رو از اول آغاز کردیم و شروع کردیم جزو کشورهایی هستیم که به طور منظم آمار دقیق رو در اختیار مردم گذاشتیم و شما میدونید که در این زمینه همه کشورها این کار رو نکردن یه تعدادی از کشورها این کار رو کردن ما از روز اول آمار رو در اختیار مردم گذاشتیم امروز هم همینطوره همه تلاش ما اینه که موج سوم رو امروز کنترل بکنیم تلاش بعدی ما اینه وارد موج چهارم کرونا نشیم تلاش ما بر این هست و مسئله تهیه واکسن که در اختیار مردم قرار داده بشه واکسن و واکسیناسیون در یک زمان نزدیکی شروع بکنیم و آغاز بکنیم چه با خرید خارجی چه در تولید داخلی امیدوارم ما در این مدت بتونیم اهدافی رو که داریم بهش دست پیدا بکنیم به همین دلیل وقت این کار رو نداریم که به هاشی سازی ها توجه کنیم بسیاری از حرف زده میشه پاسخ ندادن ما دال بر جواب نداشتن ما یا ضعف ما نیست خاطر اینکه فرصت نداریم ما فرصت ما فرصت دولت ما بر اینه که تا روز آخر خدماتی که برای مردم باید انجام بدیم این خدمات رو بتونیم انجام بدیم و یکی از اون خدماتی که دولت داره دنبال میکنه اون رو به شدت شکستن تحریمه دولت بسیار امیدوارک که در این زمینه گام های خوبی برداره به این دلیل که جنگ اقتصادی ترامپ شکست خورد این رو همه دنیا معترف هستند که این جنگ مواجه با شکست شد نکته دوم اینه که همه دنیا دارن فشار میارن با آمریکا به اینکه برجام باید برگرده و فعال بشه یکی از خدمات دولت دوازدهم که حالا در یک زمانی اگر لازم بود من برای مردم توضیح میدم دولت با همه توان نگذاشت برجام نابود شد ترامپ هدف اصلیش نابودی برجام بود که ناموفق بود و البته در داخل هم ای دنبال این بودن که برجام رو از بین ببرن ما تلاشمون رو انجام دادیم برای اینکه برجام زنده بمونه و به موقع مناسب دو مرتبه برجام نقش خودش رو در کشور بتونه ایفا بکنه ما در برجام به حقوقمون دست یافتیم مقصود این نیست که مذاکراتی که انجام شده یا توافقی که انجام شده بینقص هست بینقص فقط خداست و همه چیز تو دنیا نقص داره عیب داره ایراد داره اشکال داره ممکنه در این توافق هم ایراد و اشکالاتی باشه اما به طور نسبی یک توافق بسیار مهم تاریخی بوده در تاریخ ایران حتما بی است در تاریخ منطقه هم من سراغ ندارم که با شش قدرت بزرگ بتونیم مذاکره بکنه یک کشور در شرایط تحریم و بتونه موفقیت به دست بیاره ای میخواستم برجام رو نابود کنم که نباشه ما این رو حفظ کردیم و این برجام علا اینکه من قبلا گفتم دستش و پاش رو شکنده بودن با دست و پای شکسته روبروی ترامپ ایستاد در سازمان ملل سه بار آمریکا رو مفتزه کرد ترامپ رو مفتزه کرد و یکی از اهداف ما اینه که ما به اهدافمون در زمینه هستهی و در زمینه حقوق مردم آخرین نکته ای که میخوام بگم اینه پایان تحریم به معنای این است که مردم به یکی از حقوق حقه خودشون دست یافتند پایان تحریم از طرف آمریکا به معنای این است که تروریسم اقتصادی متوقف شده به این معناست که جنایت متوقف شده جنایتکار اگر جنایتش رو متوقف کرد منتی بر سر جنایت شده نداره اما اون کس که مورد حجم قرار گرفته اگر یک ساعت و یک روز زودتر به حقش برسه این حق طبیعیش هست دولت نخواهد گذاشت که ادهی بخواهند پایان تحریم رو به تأخیر بندازن ادهی هستند میخوان پایان تحریم رو به تأخیر بندازن ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر اونها خواهیم ایستاد تحریم باید بشکنه این حق مردم هست آمریکا باید برگرده به تعهداتی که قبلا انجام داده و همطوری که بارها ما گفتیم اگر همه به تعهدات کامل برگردند ما هم به تعهدات کاملمون برخواهیم گشت آمدم تا سوالات رو پاسم خیلی متشکر جناب رئیس جمهور مدت زمان مصاحبه تا ساعت هفته در نظر گرفته شده الان به طور طبیعی سوالات رو همکاران عزیز مطرح میکنم تقاضا میکنم که هر همکاری رو که اعلام میکنیم فقط یک سال تقاضا میکنم فقط یک سال بدون مقدمه و تحلیل چون وقت دیگران گرفته ماشه و با توجه به وقتی که اختصاص یافته ممکنه به سوالات دیگران نرسیم اولین سوال رو همکارمون جناب آقای محمد علی قیومی از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح داریم. درود بر شما آقای رئیس جمهور اجازه میخوام که خدمت بینندگان ارجمند شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران که به طور زنده و مستقیم نشست خبری رو پیگیری میکنن از ادب و احترام داشته باشم سوال بنده آقای رئیس جمهور در خصوص این موضوع هست که جناب اول مرداد در مورد افزایش نظارت ها بر کنترل بازار و مهار گرانی ها و فروشی ها تاکید کردید و دستور دادید بعد هم چند بار دیگه از جمله در جلسه دیروز همین تاکید رو داشتین با این وجود مردم شاهد هستن که قیمت کالاهای مختلف با نوسان گاهی شدید مواجه هست و چند نرخی هم وجود داره به شکلی که تهیه برخی اقلام برای مردم مشکل میشه ممکنه بفهمید چرا بعد از شش ماه اثر محسوسی از اجرای دستور شما دیده نمیشه و مشکل همچنان وجود داره متشکرم بله مردم در زندگیشون و در کالاهای مورد نیاز روزمره شون دچار مشکل هستن این حرف کاملا درسته مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که امسال به خاطر کرونا ما صادرات غیر نفتی ما در هشت ماه اول حدود 19 درصد کاهش پیدا کرده چیزی نزدیک 20 درصد تقریبا ما کاهش درآمد صادرات غیر نفتی داریم موضوع اول هست موضوع دوم این که به خاطر اینکه منابع ارزی ما در کشورهای خارج در بسیاری از موارد با مشکل برداشت مواجه هست که رئیس بانک مرکزی راجع به حتی کرونا هم توضیح دادن که ما میخوایم پولی رو برداشت کنیم از یک منبعی دچار مشکل هستیم ولو یه مقدار کم برای واکسن این مشکل دوم است به این دلیل که برخی از کالاهایی که گرون شد بر مبنای این بود که نهادهای های دامی که به موقع می وارد بشه با تاخیر مواجه شد و این باعث شد که برخی از کالاها گرون شد حالا اینکه تحریم چقدر مؤثره، جنگ اقتصادی چقدر مؤثره، نمیدونم مدیریت چقدر مؤثره، حالا این، من الان راجع به این درصدها نمیخوام بحث کنم چون همش بی حساب کتابه، هر کسی یک عددی رو میگه، یکی میگه 80 درصدی، یکی میگه 70 درصدی، میگه 50 درصدی، نه همش بی حساب کتابه، اگر کسی میخواد محاسبه کنه، باید ببینه که درآمد نفتی، در سال 1390 119 میلیارد دلار بوده و در سال گذشته اگر اون 100 تا رو هم ورداری بازم کمتر میشه یعنی از 119 100 تا رو هم ورداری شرایط کشور رو ما باید در نظر بگیریم در این حال شما در سال 91 بحران داشتید در کالاهای اساسی صفهای طولانی داشتید در اون سال ما صفحه طولانی نداریم ما کمبود کالا نداریم مشکل البته گرانی کالا داریم این گرانی یه بخشی مربوط میشه به جنگ اقتصادی ما یک بخشی هم مربوط میشه به مدیریت غیر صحیح و عدم برخورد قاطع با متخلفین یعنی این سه هر سه با هم هست در بعضی از موارد مدیریت اشکال داشته در بعضی از موارد به خاطر جنگ اقتصادی به موقع نهاده وارد کشور نشده با تاخیر وارد کشور شده در بعضی از موارد هم تنبیهات و برخورد با اونهایی که کالاها را احتکار کردند و موقع در اختیار نگذاشتند این هر سه دست به دست هم داد شما میدونید یکی از مصوبات بسیار مهم،, مهم ما در کارگروه دولت الکترونیک در هفته های گذشته که معروف شد به نوه, نوه مربوط به سامانه جامعه تجارت بود سامانه جامعه تجارت رو ما رو اندازی کردیم بعد ببین چه میکنن اونهایی که به هر دری متوسل میشن که این سامانه کامل کار نکنه دادگاه های مختلف شکایت های مختلف برای اینکه انبارها رو نشه برای اینکه مردم به حقوقشون دست پیدا نکنن ما انشالله این سامانه تجارت رو به خوبی پیش خواهیم برد مرحله دوم و سومش هم رو انجام خواهیم داد تا کامل بکنیم خب این سامانه تجارت اگر درست بشه و کامل بشه که الان بخش بزرگی هفتاد درصد این سامانه رو افتاده و بقیهش هم در دیما و برخیش در بخش بعدیش در اسفند ما رو می افته. بسیار تاثیر گذار بود خواهد بود برای اینکه بدونیم کالا از کجا آمده کی وارد کشور شده در کدام انباره و بتونیم اینها رو ما کنترل بکنیم بنابراین ما تلاش ما بر اینه که قیمت ها در حدی باشه که برای مردم قابل تحمل باشه در چند کالا نوسان بسیار شدیدی ما داشتیم که این ها مربوط میشه به همونایی که میباست نهادهای های لازم رو میبایست در زمان مشخص دریافت میکردن البته اشکالات مدیریتی هم در این زمینه وجود داره که من منکرش نیستم و به همین دلیل هم به وزرا و مسئولین مربوطه هم تذکر شفایی دادم هم تذکر کتبی دادم و هم هم دارم دنبال میکنم که انشالله این مشکلات کمتر بشه پیش من اینه که در ماهای آینده ما شرایط باثبات‌تر و بهتر انشالله خواهیم داشت. خبرگزاری ایسنا سرکار خانم صدف صمیمی. سلام وقت بر شما خوش. فارغ از حاشیه هایی که ارائه و دریافت لایحه بودجه 1400 داشته امروز نمایندگان مجلس انتقادات جدی به این لایحه دارند مثلا معتقدند که منابع بودجه حقیقی در نظر نگرفته شده مثلا منابع نفتی یا نرخ ارز خیلی حقیقی نیست در این بودجه به تعبیر دیگر معتقدند که لایحه بودجه 1400 برای دولت آتی میتونه دردسر ساز باشه نظر شما به عنوان رئیس دولت دوازدهم در مورد این اظهار نظرها چیه و نقاط قوت و ضعف بودجه 1400 رو در چه میدونید ما که نقطه ضعف براش قائل نیستیم حالا اونایی که نقطه ضعف قائلن نقطه ضعف چی بگن ما نقطه قا... قوت قائلیم برای بودجه بودجه 1400 به بهترین صورت تنظیم شده اشکالاتی که میکنن خب به هر حال حق اونایی است که اشکال میکنن اونا حق دارن اشکال میکنن ما نفت رو در این بودجه دو میلیون و هزار بشکه با میانات در نظر گرفتیم و این نفت و میانات تولید خواهد شد و تامین خواهد شد من اینجا به سراحت یه بار دیگرم گفتم در جلسه دولت الانم به مردم میگم ما سال آینده به طور متوسط تا پایان سال روزی دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت و میانات گازی رو تولید خواهیم کرد و به فروش خواهیم رساند بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه ما نداریم ما پیش بینی کردیم که برای اونهایی که حقوق بگیر ثابت ما هستند کارمند یا بازنشسته 25 درصد دریافتی اونها رو و حقوق اونها رو اضافه کنیم ما معتقدیم این کار امکان پذیر برای سال آینده اگر دی میگن امکان پذیر نیست خب کاهش بدم به هر حال ما اون که ما در نظر گرفتیم بر مبنای اون چیزی است که ما محاسبه کردیم روی این بودجه ماها کار شده این بودجه علا رقم این که ظاهرش درش نفت بیشتری مشاهده میشه اما بودجه جاری به نفت متکی نیست اون مقداری که از درآمد بیشتر نفت حاصل خواهد شد در راه توسعه کشور و توانمندسازی اخشار محروم مصرف خواهد شد بنابراین ما مشکلی در بودجه نمی بینیم ما یک بودجه خوب تهیه کردیم این بودجه هم نیمی از این بودجه رو ما اجرا می کنیم نیمی از بودجه رو دولت بعدی اجرا میکنه یعنی تا مرداد ما مجری این بودجه هستیم پنج ماه تقریبا یه خورده کمتر بقیهش هم دولت بعدی اجرا میکنه به نظر من بودجه دارای نقاط قوت هست هم برای حمایت از اخشار کم درآمد هم برای توسعه کشور و هم تکیه کافی بر مالیات داره بر دولت در کوچک شدن دولت و فروش سهام دولت در بازار که یک رقم قابل ملاحظه در بودجه هست به نظر من بودجه بودجه بسیار خوبی هست تهیه شده و تقدیم مجلس شده دیگه بقیه امور بوده مجلس شورای اسلامی هست که اونا اقدامات و بررسی های خودشون رو نسبت به این بودجه انجام میدن شبکه تلویزیونی الجزیره قطر جناب آقای نورالدین الدغیر سلام علیکم جناب آقای رئیس سوال من به زبان عربی مطرح خواهم کرد وانطلق من قولكم في نهايه كلامكم، قلتم بان الحكومه لن تسمح لاحد بتاخير رفع العقوبات عن ايران. هل هذه الرساله موجهه الى البرلمان خاصه مع القانون الجديد الذي اصطلح عليه بالاطار الاستراتيجي لرفع العقوبات وضمان المصالح القوميه؟ بمعنى اخر هل الحكومه ستطبق هذا القرار علما انه سيدخل حيز التنفيذ مباشره بعد وصول الرئيس جوزيف بايدن إلى السلطة بمعنى آخر أن إيران سترفع نسبة التخصيب بنسبة 20% وكذلك ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي هل الحكومة ستنفذ ذلك وإذا ما صدق بايدن على رفع العقوبات هل يمكن أن نشاهد أن يكون هناك لقاء ما بين الرئيس روحاني والرئيس جوزيف بايدن سواء لقاء على المستوى الثنائي أو اتصالات أو لقاء على مستوى مجموعة خمسة زائد واحد الخاصة بالاتفاق النووي آقای رئیس جمهور پرسشم رو با اشاره به آخرین نکاتی که شما مطرح کردید طرح می کنم. گفتید که اجازه نخواهید داد هیچ کس برداشته شدن تحریم ها از ایران رو به تعویق بندازه آیا این صحبت شما پیامی برای مجلس ایران هست چون به تازگی مجلس طرح راهبردی لغو تحریم ها رو تصویب کرده و این طرح باید تا کمتر از دو ماه آینده اجرا بشه سال این هست که آیا دولت این طرح را اجرا خواهد کرد به با توجه به اینکه این طرح این متضمن توقف عمل به پروتکل الحاقی و همینطور افزایش سطح غنیسازی به 20 درصد هست اون هم در شرایطی که موعد اجرای این طرح با روی کار آمدن آقای بایدن در واشنگتن همزمان هست آیا آقای بایدن همجوری که در اظهار نظرهاش مطرح کرده اگر تحریم ها رو لغو کنه و به توافق هسته برگرده این احتمال وجود داره که شما با او دیدار بکنید چه در قالب دیدار دو جانبه یا ورود به گفتگوها در قالب مجموعه یا گروه پنج به اضافه یک اون چه من گفتم دولت همه تلاش خودش رو انجام میده که در اولین فرصت ممکن تحریم غلط و ظالمانه رو از دوش مردم برداره این یکی از وظایف مهم دولت هست همین ساعت هم اگر امکان پذیر باشه من حتی به ساعت بعد موکول نخواهم کرد یعنی دولت هر روزی که چهار به اضافه یک یا پنج به اضافه یک فرق نمیکنه. اگر به تمام تعهداتشون عمل بکنن دولت بلا فاصله به تمام تعهداتش عمل خواهد کرد و بنابراین همه اونچه که در توافق برجام مطرح شده دو مرتبه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فروش نفت، از لحاظ سایر مواردی رو که به و غلط در این مدت دولت ترامپ تحریم کرده برداشته خواهد شد مجلس اونچه که تصفیب کرده عنوانش اقدام راهبردی برای رفع تحریمه نه برای ادامه تحریم اونچه که مجلس دنبالش هست اینه که تحریم برداشته بشه و اصولی رو تصفیب بکنه که باعث تحریم از دوش مردم برداشته میشه اما حالا آیا این قانون با اون هدفی که داره منطبق هست یا نیست بحث دیگری هست به هر حال ما هر زمانی که چهار به اضافه یک یا پنج به اضافه یک به کلیه تعهداتشون عمل بکنن ما هم کاملا به تعهداتمون برمیگردیم و هیچ چیزی مانع اقدام متقابل ما برای اجرای کامل تعهدات نخواهد بود. ما البته اقداماتی کردیم از حدود بیش از البته یک سال پیش یعنی شروع این کار کاهش تعهدات ما از اردی بهشت سال 98 ما شروع کردیم و آغاز کردیم در پنج مرحله و به طرف مقابلمون اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت هستیش هیچ گونه محدودیتی رو دیگر قائل نیست در مرحله پنجم که من اعلام کردم که ما کاهش تعهدات دادیم صریحا اعلام کردم که ما هیچ تعهدی دیگر برای غنیسازی نخواهیم داشت و همچنین برای آرندی و همچنین سایر مواردی رو که جزو برنامه هستی ما هست هیچ محدودیتی ما براش قائل نیستیم بنابراین اونچه داره اجرا میشه الان مبنی بر فعال شدن آیار تو ام یا اونی که مجلس گفته برای اینکه برخی دیگر از فعالیت های هسته انجام بگیره همه در غالب اون چیزی است که من در سال گذشته اعلام کردم به دنیا و گفتم ما هیچ تعهدی رو دیگه در اجرای غنیسازی نداریم و بنابراین ما مشکلی الان نخواهیم داشت برای اینکه اگر آمریکا برگرده و اشتباهات گذشتهش رو جبران بکنه و دولت آینده آقای بایدن برگرده به شرایط 2017 ما هم کاملا به تعهداتمون برمیگردیم و مشکلی نخواهیم داشت تقاضا میکنم از همکاران عزیز خواهش میکنم که سوالتون کوتاه باشه تا فرصت برای دیگران فراهم باشه خبرگزاری تسنیم جناب آقای احسان آریا بسم الله الرحمن الرحیم وقت بخیر آقای رئیس جمهور خسته نباشید شما فرمودید که اگر طرف مقابل به تعهداتش برگردد ما هم برمیگردیم سوال ما درباره شیوه اجبار طرف مقابل برای اجرای تعهداتش است ته مجلس که اخیرا هم تصویب شد و شما حضرت علی با نشاره کردید به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند مؤثر و مفید باشد ضمن اینکه به هر حال این مسئله هم یک قانون است و جناب بارها بر اجرای قانون تاکید کردید و انشاءالله آن را عملیاتی خواهید کرد. کارشناسان معتقدند که آقای دکتر، تاثیر این طرح برای اعمال فشار به طرف غربی، برای لغو تحریم ها، بستگی به اجرای دقیق و مؤثر آن توسط دولت دارد و اگر دولت با آن به صورت سمبولیک برخورد کند و آن را سهر بگیرد، نه تنها تحریمی برداشته نمی‌شود، شاید حفظ و یا تشدید شود. جناب دکتر روانی حضرت علی بارها گفته که دوست دارید تحریم ترک بردارد و همچنین دولت شما تجربه های بسیاری دارد که نشان میدهد طرف مقابل نه در مقابل لبخندها بلکه در مقابل قدرت ملت ایران آیا آریا خواهش میکنم سوالتون کوتاه تمام شد بله قدرت ملت ایران کرنش میکند بفرمایید دولت در اجرای این قانون چقدر جدی خواهد بود و این قدر رو به مردم ایران می که به قانون مجلس عمل خواهد یا متشکرم ببخشید طولانی شد البته قبلا دولت موضعش رو نسبت به این قانون اعلام کرده این قانون رو مفید نمیدونه و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسه من نظرم رو صریحا اعلام کردم این نظر شخص من نیست در دولت اتفاق آرا وجود داره دولت به اتفاق آرا این قانون رو مفید نمیدونه برای کشور اینکه ما فشار بیاریم به طرف مقابل خو همه اقدامات رو ما سال گذاشته انجام دادیم یعنی همه مراحل تعهداتمون رو در پنج مرحله یکی بعد از دیگری ما کنار گذاشتیم من به وزرای مربوطه و معاونین مربوطه دستور دادم که آینامه اجرایی این قانون رو فراهم بکنند امیدوارم تا پایان این هفته به در چهارشنبه در دولت یا یکشنبه شنبه آینده در دولت مطرح بشه و آینامش تصویب بشه و وقتی نامه تصویب شد خب در چارچوب آیین نامه اجرا خواهد شد تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیان آینامش هم بر همون مبنا خواهیم نوشت در چارچوب اون عنوانه یعنی قانونی که میخواد تحریم رو برداره نه قانونی که بخواد تحریم رو تاخیر بندازه من بعید میدونم نمایندگان محترم مجلس هم دنبال این باشن اونها هم اونچه بیان کردن این بوده که تحریم زودتر شکسته بشه البته که شکستن تحریم عامل اصلیش مقاومت ملت ایرانه اینجا هیچ تردیدی نیست اگر مردم ما در این سه سال این همه مشکلات رو تحمل نمی کردند خب قطعا باعث خوشحالی دولت ترامپ بود و اونا همین می که مردم ما تحمل نکنند به این معنا که مردم ما تسلیم بشن در برابر بیگانه اون چه باعث موفقیت و پیروزی ما شده مقاومت مردم بوده ایستادگی مردم بوده صبر مردم بوده و اگرم هر روزی ما تحریم رو بشکنیم کاری است که مردم انجام دادن و ما به نمایندگی از طرف مردم این کار رو انجام دادیم من امیدوارم همه ما یعنی دولت مجلس و همه قوا دست به دست هم بدیم شکستن تحریم حق مردم ایرانه تجارت آزاد با دنیا حق مردم ایرانه فروش نفت حق مردم ایرانه و همه اونهایی که تحریم ناروا شده علیه ملت ما تضیع حقوق مردم ماست امیدوارم دولت و مجلس با کمک همدیگر هر چه سریعتر اجرا کنند در واقع اون سمر و نتیجه ای که در سایه مقاومت و ایستادگی مردم حاصل شده شد. روزنامه ایران جناب آقای مرتضی گلپور سلام آقای دکتر روحانی وقتتون بخیر آقای رئیس جمهور شما و معاون پارلمانی شما پیشتر تاکید کردید که لوایح دولت در مجلس بررسی بشه نکته قابل تعمل این که مجلسی ها بدون توجه به این لوایح اغلب موازی کاری میکنند و مشخصا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آماده کردند و همچنین گفته شده که طرح مدیریت تعارض منافع هم در دست تهیه است این در حالیه که دولت در این دو مورد لایحه داره و همونطور که اشاره کردید درباره شفافیت هم همینطور با این حال مجلسی ها هستن لوایح ارسالی دولت معطوف حل مشکلات مردم نیست پاسخ و موضع شما رو خواستم بدونم در این زمینه متشکرم ببینید دولت یک لایحه بسیار مهم راجع به انتخابات داد در مجلس قبلی البته متاسفانه اون لایحه اصلا در دستور کار قرار نگرفت شما اگر اون لایحه دولت را راجع به انتخابات لایحه جامع انتخابات لایحه بسیار خوب و ماها در دولت تلاش و زحمت کشیده تو جلسات متعدد بحث شد به تصویب رسوندیم متاسفانه مجلس قبلی اون رو کنار گذاشت در همین مجلس ما لوایهی که در مجلس قبلی تصفیب نشده بود دو مرتبه فرستادیم برای مجلس متاسفانه هیچ کدام امروز در دستور کار نیست مبارزه با فساد اولویت مردمه شفافیت اولویت مردمه تعارض منافع این لایحه مادر و مهم اولویت مردم هست و حالا مجلس متاسفانه به طرحهای خودش اهمیت میده به لوایه دولت اهمیت نمیده این خب به نفع ما نیست به نفع کشور نیست لایه دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی داره این بدنه کارشناسی رو نمیشه مقایسه کرد مثلا با کمیسون های مجلس یا مثلا یک مرکز بررسی مجلس داره مثلا یه ده کارشناس نشستن اینا قابل مقایسه با کار دولت نیست دولت کار کارشناسی عظیم و بزرگی رو در کنار خودش داره لایهی که تهیه میشه پخته است بررسی شده است و اگر این البته طبق قانون اساسی مجلس هم میتونه تهر داشته باشه ولی اصل داستان لوایه است لوایه باید اصل باشه حالا مواردی مجلس لازم میدونه به صورت تر تقدیم میکنه عدم تناسب یعنی خوابوندن لوایه دولت و پشت سر هم رسیدن به ترهای نمایندگان نمیتونه خیلی مفید باشه ما که حالا بحث مجلس و دولت اینجا که مطرح نیست ما بحث اینه که یه چیزی به نفع مردم باشه یعنی الان مثلا سوالی که صدا و سیما در آغاز این جلسه مطرح کرد مسئله گرانی بود که در بعضی از جنسا ها خب چرا؟ برای اینکه ما در دولت وزیری که حامی مصرف کننده باشه نداریم یا وزیر صنعت داریم او دنبال صنعته یا وزیر کشاورزی داریم او دنبال کشاورزیه وزیری نداریم حامی مصرف کننده باشه حامی مردم باشه خب ما از مجلس قبلی پیشنهاد دادیم باید وزارت بازرگانی تشکیل بشه به دو فوریت لایحه رو دادیم در دولت 11 هم اون مجلس تصویب نکرد بعد در نهایت البته روزای آخر تصویب کرد یک جمله ایراد داشت این جمله رو این مجلس 11 هم میتونست در یک جلسه اون رو اصلاح کنه متاسفانه رفت و بایگانی یعنی کاری که در دو دقیقه میشه انجام داد و وزارت بازرگانی میتونه تشکیل داده بشه و این وزارت بازرگانی اولین بار در جلسه هیئت دولت که ما خدمت مقام معظم رهبری رفتیم در دولت یازدهم ایشون ایشونی اشکال مطرح کرد ایشون در جلسه خطاب کرد به وزرا و هیئت دولت گفت چرا چهار تا وزارت خونه رو یه وزیره اداره میکنه صنایع صنایع سنگین معادن بازرگانی چهار تا وزارت خونه رو یه وزیره داره میکنه خود ایشون اشکال کردن در جلسه ای که یه دولت خدمتشون بودیم و بعدش هم ما رفتیم دنبالش و لایحه تهیه کردیم و فرستادیم مجلس میخوام بگم که به یه سری امور هست که واقعاً به نفع مردمه که ما و مجلس کنار هم باشیم این که ما که بعضیا فکر میکنن که مجلس نماینده ملت دولت مثلا از آسمان آمده دولت هم نماینده مردمه مردم هستن آمدن پای صندوق و دولت رو انتخاب کردن رئیس جمهور انتخاب کردن وزرا رو کی رأی داده به وزرا رأی اعتماد همین مجلس رأی اعتماد به اونها داده خب اونا هم نماینده مردم هم ما هم نماینده مردمه فرق میکنه که این حرف وکیل و دوله از اون حرفای بیمعنای دنیای امروزه بله یه زمانی زمان رژیم گذشته مفهوم داشت اون وقتی که دولت کاری به مردم نداشت البته اون وقت مجلس هم کاری به مردم نداشت جز یکی دو مجلس اول که یه انتخاباتی بود حالا الان که همه چیز در اختیار مردم هست هم دولت رو مردم انتخاب میکنه هم مجلس رو دولت مردم انتخاب میکنه بنابراین ما باید همدیگر رو یاری کنیم در اون چی که به نفع هر طرحی هم نماینده ها بدن اگر به نفع مردم باشه اگر برای اصلاح امور جامعه باشه اگر به کمک مردم باشه ما حتما حمایت میکنیم و پشت سرمون هستیم حتی همین طری که نماینده ها دادن برای مسئله هسته ای که ما مخالفیم ولی چون مجلس تصویب کرده شورای نگهبان هم تایید کرده قرار رقمی که ما مخالفیم ولی چون تصویب شده ما الان داریم آیین نامه اجراییش می بنابراین ما باید همدیگر یاری کنیم و کمک کنیم و اموری که مربوط میشه واقعا به منافع ملی و همه مردم. شرکه تلویزیونی ملی چین سی سی وی جناب آقای لی جیانانن. مرسی پرزند، افتر دا مکسیم سانکشنز و پریشیز و ریسنت اساسنیشن آف داکتر فخر It seems that this region moves towards to more tensions and need multilateral cooperation with each other to establish the stability. So how Iran will play its role and cooperate with the international community, including China or other countries, to reduce the tension? And will the stability of the region be strengthened by revival of JCPOA? Thank you. <laughs> با توجه به پویش فشار حداکثری آمریکا و اخیرا ترور دانشمند شهید جناب دکتر فخری زاده به نظر میرسه که میزان تنش ها در این منطقه رو به افزایش پیدا کرده و نیازمند همکاری های بیشتر برای برقراری ثبات در منطقه هستیم ایران چگونه نقش خودش رو در این موضوع بازی خواهد کرد و چگونه با سایر بازیگران در جامعه المللی از جمله چین همکاری خواهد کرد تا تنش سودایی در منطقه اتفاق بیفته و همچنین بتونیم برجام رو زنده نگه داریم خب هر دو نکته مهمه یعنی زنده موندن برجام و همکاری همه کشورهای مهم برای ثبات جهان و منطقه شما میدونید که علت اینکه ترامپ ناموفق بود بر علیه ایران در مجامع بین المللی همکاری و هماهنگی بود که بین ایران و سایر کشورها به ویژه بین ایران و چهار به اضافه یک بود و لذا در هر موضوعی که ترامپ به مجمع عمومی سازمان ملل رفت ناموفق بود و نتونست چیزی رو به تصفیب برسونه بنابراین ما همچنان دنبال اون هستیم که با همه کشورهای جهان در رابطه نزدیک باشیم به ویژه با کشورهایی مثل روسیه و چین که همکاری های بسیار نزدیک و خوبی داشتیم همچنین با اتحادیه اروپا و با همسایگانمون با همه اونها میخواییم ما روابط نزدیک داشته باشیم ترور شهید فخریزاده کار اونهایی بود که میخواستند در روزهای پایانی حکومت منحوس ترامپ منطقه رو به جنگ بکشونن این هدف اصلیشون بوده هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخری زاده ایجاد یک بیثباتی و جنگ در روزهای پایانی دولت ترامپ بود جمهوری اسلامی ایران علا اینکه این که خب شهید فخری زاده رو یک دانشمند بنام میدونه و برای خودش حق قائله که انتقام خونش رو بگیره و به موقع مناسب در جای مناسبی انتقام رو خواهد گرفت منتها اجازه نخواهیم داد که مکانش و زمانش رو دیگران برای ما تعیین کنن در عین حال ثبات منطقه برای ما بسیار حائز اهمیت میدونید شما ما طرح صلح هرمز رو دادیم برای منطقه خلیج فارس این طرح صلح هرمز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال گذشته مطرح شد و بعد هم برای همه رؤسای کشورهای منطقه شش کشور حوزه جنوبی خلیج فارس و همچنین عراق فرستاده شد و همچنان این طرح صلح روی میز هست و ما باز هم آماده ایم روی این طرح صلح با هم گفتگو کنیم. خبرگزاری فارس جناب آقای رضا اعرابی. سلام عرض می‌کنم آقای جمهور خدا و کمی بیش از دو فرصت صد روزه پایان ریاست شما بر دولت جمهوری اسلامی باقی مونده دولتی که در آغاز شعار رونق اقتصاد رو بر راهبرد مذاکره استوار کرده بود و در نهایت با برجام تقریبا هیچ که به تعبیر رئیس وقت بانک مرکزی گفته شد و دلار 25 هزار تومانی پراید 100 میلیون تومانی و حتی مرغ 30 هزار تومانی داره به پایان خود راه خودش نزدیک میشه با این حال بسیاری از دلسوزان انقلاب معتقد هستند که دولت های انقلاب اسلامی باید با پایان خود خوش بدرقه بشن البته این مهم بیش از هر چیز نیازمند عزم و خواست خود دولته بارها هم از سوی شما بعضی از معاونین و وزرا در توجیه وضع موجود مطرح شده که موضوعاتی مطرح شده مثل شیوه مدعمل کرده دولت سآل و قبل کن. کن. و سیاست های ترام و اخیران هم قوانین مجلس شورای اسلامی واقعا این سوال پیش میاد که آیا برای عواملی مانند سوء مدیریت و ناکارآمدی در بین برخی از مدیران دولت و به وجود آمدن وضع فعلی کشور نقشی قائل هستید و اگر نقشی قائل هستید برای زمان باقی مانده چه تغییر را برای اصلاح مدیریت در نظر گرفت ارز کنم که مشکلات در کشور ما عوامل متعددی داره برخی از مشکلات ساختاری هست اصلا مربوط به این دولت دولت قبلی نیست مال سالها پیشه و این مشکلات ساختاری باید حل و فصل بشه این یک دو نقشی که تحریم داره شما ببینید همین مدیریت مدیریت ما که فرق نکرده همون مدیریت که سال 95 بوده الان هست سال 96 بوده الان هم هست چطور در 95 در 94 ما ثبات داشتیم قیمت ارزی که شما اشاره میکنید دیگه ثباتی داشته چرا تغییر کرد مگر همین دولت نبوده اگر مدیریت اشکال داشت خب 93 چه ما هم تورم شکندیم هم رکود شکندیم همین دولت بوده یعنی همون کسی که مدیر دولت رئیس دولت اون روز هم رئیس دولت بوده امروز هم رئیس دولت فرق نکرده که پس مشکل ما چی الان ببینید ما در تحریم نیستیم خطا نکنیم ما در جنگ بزرگ تمام ایار اقتصادی هستیم و ای همچون جنگ بزرگ اقتصادی در دنیا کم نزیره در تاریخ ما هم پرش پیدا نمی کنی نزیر اگه بخوای پیدا کنی یعنی تمام قدرت بیاد روبروی ایران برای اینکه نفت نفروشه اگر یک کشتی خواست حرکت بکنه همه از رژیم های ارتجاع منطقه گرفته تا رژیم صهیونیستی تا آمریکا تا همه بیان و نگذارن یه همچون چیزی سابقه نداشته پس تحریم نیست ما تکرار نکنیم تحریم ما 93 هم که بودیم تحریم بود 92 هم تحریم بود 94 هم تا نزدیک اواخرش تا دیما تقریبا تحریم بود ولی مشکل نداشتیم ما کشور اداره می کردیم تو 97 رفتیم در جنگ اقتصادی جنگ تمام ایار حالا بعضی قبول ندارن میگن آقا جنگ نیست خب دیگه قبول ندارن چیکار بکنیم مقام معظم رهبری بارها فرمودند که ما در جنگ اقتصادی هستیم و در جلسه سران در چند نوبت فرمودند که فرمانده این جنگ رئیس جمهوره خب وقتی رئیس جمهور فرمانده جنگ و افسران ارشدش یعنی وزرا و معاونین در خط مقدمند به جای اینکه در میدان جنگ ما رو یاری کنند و ما رو کمک کنند یه دی مداوم دنبال اینن که مشکل ایجاد بکنن ببینید یه چیز یادتون نره غیر از مشکلات ساختاری غیر از جنگ اقتصادی حالا میرسم به مدیریت یه مشکل دیگه داریم و اون همسویی مخالفین دولت با مخالفان جهانی علیه نظامه اونجایی که همسویی میشه شما چی میگید به هر حال اونجایی که آمریکا هم داره این دولت تضعیف میکنه یه عده بدخواه هم دارن این دولت تضعیف میکنن و نظام تضعیف میکنن همصد... همصدایی خیلی بده میگن که مدیریت چقدر نقش داره تحریم و جنگ اقتصادی چقدر نقش داره مخالفین دولت چقدر نقش دارن چرا نمیگید اون چند درصده اون درصدش کجا رفت شما میگید مدیریت،, مدیریت حتما نقش داره حتما بی ایراد نیست مگه میشه در این شرایطی که ما هستیم در وسط میدان جنگ ما نقص نداشته باشیم عیب نداشته باشیم حتما نقص داریم حتما مشکل داریم باید ما رو یاری کنن همه باید خبرگزاری ها ما رو یاری کنن باید روزنامه ها ما رو یاری کنن باید مجلس ما رو یاری کنه باید قوه قضاییه نیروهای مس همه مردم همه باید کنار هم باشیم ما تنهایی نمیتونیم ما بارها گفتیم تو یک میدان جنگ به تنهایی نمیشه اداره کرد جنگ رو خب ما هشت سال جنگ تحمیلی داشتیم به تنهایی نیروهای مسلح تونستن اداره کنن نه تونستن همه مردم آمدن همه کمک کردن بسیج آمد مردم آمدن فداکاری کردن ما در جنگ موفق شدیم ولو موفق نمی شدیم شکست بخوردیم تو جنگ اقتصادی هم اینه همه باید هم دیگر رو یاری کن شما میگید من قبول دارم که ما در مدیریت نقص داریم حتما نقص داریم کی گفته نقص نداریم حتما نقص داریم من تو جلسه دولت شما اگه نوار رو یه روزی بیارید این نوار رو پخش کنید ببینید چقدر من تو دولت دارم با یه مدیری دعوا میکنم میگم آه چرا اینجا اینجوری شد چرا اونجا این کار کردی چرا اینجوری نشد وقتی ما میگیم دولت همه فکر میکنن یعنی یه فرد به نام رئیس جمهور میلیونها آدم دارن کار میکنن به نام دولت حالا یا وزیر یا معاون وزیر یا مدیر کل یا کارمند یا استاندار در سراسر کشور میلیون ها نفر با هم دارن کار میکنن میشه دولت دولت که یه نفر که نیست شما میگید نقص داریم خب بله حتما نقص داریم حتما اشکال داریم باید اشکال رفت کنیم حتما باید رفت بکنیم همینطوری که من میگم تحریم اگر شکستنش امکان پذیر باشه یک دقیقهش گناه و جرمه تأخیرش گناه و جرمه نقص مدیریت هم همینطوره اگر ما بتونیم نقص مدیریت رو یه دقیقه زودتر رفت بکنیم وظیفه ماست اگر تأخیر بندازیم گناه و جرمه بله ممکنه فردی در یک ردهی حتما اشکال داشته باشه مگر قوه قضاییه ما بیشکاله مگه قوه مغننه ما بیشکاله مگه نیروهای مسلح ما بیشکالن اصلا شما یه نهاد بیشکال پیدا کنید نهاد بیشکال نده همه همهشون اشکال دارن همه باید به با هم کمک کنیم همه باید رفت بکنیم مشکل رو برهاد مشکلات رو باید رفت کنیم چاره نداریم اشکال من اینه یعنی نقطه نظر من اینه که ما چرا فقط به دولت حمله میکنیم دولتی که وسط میدان جنگه بهش حمله میکنیم به بقیه چرا حمله نمیکنیم و اگر کسی به دولت توهین کرد و فهاشی کرد و تهمت زد چرا تشویق میشه اینه شما کسی الان کسی جرأت میکنه تو این کشور به غیر از دولت به کسی که توهین بکنه مثلا به قوه قضاییه توهین بکنه به نیرو مسلط توهین کنه جرأت میکنه اگه جرأت میکنه بفرمایید فردا این رو بکنه پس فردا ببینید چی میشه بعد از 24 ساعت ببینید چند نفر احزار میشن اما دولت شما هر چه فحاشی بکنن با تشویقشون میکنه یه مقام بالاتر پیدا میکنن محبوب تر میشن تشویقشون میکنن نکته شما درسته یعنی نقص وجود داره نقص باید برطرف بشه اما همه گناه رو به گردن نقص انداختن چهار تا عامل داره این چهار تا رو با هم باید ببینیم مشکل ساختاری یه بخش هست جنگ اقتصادی یه بخش هست همکاری مخالفان دولت با اونهایی که مخالف نظام هستند در بعضی از زمینه ها یه نقص هست نواقصی هم در مدیریت وجود داره این چارتا همه با همه و همه اینا باید مد نظر قرار بشن. خبرگزاری ایلنا سرکار خانم سمیرا آلمپناه سلام آقای رئیس جمهور وقتتون بخیر جناب آقای روحانی دولت در لایحه بودجه سال 1400 پیش بینی فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت رو کرده به ب... که به نظر کارشناسان تحقیق چنین امری مستلزم رفع تحریم ها و انجام مذاکرات در چارچوب برجام هستش با توجه به اینکه در مصوبه اخیر مجلس اقدام به جرمنگاری برای افرادی شده که تم به کنار نگذاشتن پروتکل های و همچنین احکام قضایی اخیر که باعث موزگیری طرف های اروپایی ما شده آقای روحانی چگونه میشه امید داشت که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم که روزگار رو براشون سخت کرده با چنین درآمدی برطرف بشه؟ اولا من معتقدم که دوران جنگ اقتصادی به سر آمده این جنگ نمیتونه ادامه داشته بشه نه به خاطر اینکه ترامپ شکست خورده و آقای بایدن پیروز شده حتی اگر در شرایطی ترامپ هم پیروز میشد ناچار بود تحریم رو بذاره کنار هم دنیا دیگه اجازه نمیده بیش از این هم به نفع منطقه نیست هم به نفع خودشون نیست به نفع آمریکا هم نیست و هم, هم شکست خورد یه طرحی بود که به حال حالا یه ماه آدم امتحان میکنه دو ماه امتحان میکنه سه سال اینا این تحریم رو ادامه دادن و شکست خوردن بنابراین من باز هم معتقدم ما دو میلیون سی هزار بشک نفت تولید میکنیم و میفروشیم و من به وزارت نفت دستور دادم بره تولید رو اضافه کنه نه دو, و سی صد. ما باید بریم به صادرات دو هشت و این دستور من دادم به وزارت نفت گره انجام بده ما باید چاهامون آماده کنیم برای این کار اما اینکه تحریم آیا برداشته میشه برداشته نمیشه من میگم شرایط دنیا شرایطی نیست که بخواد این جنگ اقتصادی و تحریم ادامه پیدا بکنه بنابراین ما بر مبنای خوشبینی این بودجه رو تنظیم نکردیم بر مبنای واقع نگری این بودجه رو تنظیم کردیم اولا دو سی صد وزارت نفت ما میگه من قدرت تولید دارم میتونم تولید کنم و قدرت فروش دارم حالا این فروش ممکنه همش در شرایط که تحریم باشه همش صادر نشه یه بخشش در داخل فروش بره اشکالی نداره ما که نگفتیم همش در بازار خارجی به فروش برسه ممکنه از این دو سی ست یک و فروش خارجی باشه یه 500 تاش در داخل فروش بره اشکال نداره ما میگیم دو سی ست. ما تولید میکنیم و میفروشیم و بودجه بر این مبنا ما برنامه ریزی کردیم بنابراین هم مشکل نیست در, در, این جهت که ما حتی اگر تحریم باشه دو و سی رو ما تولید کنیم و بفروشیم و هم هم عمر تحریم به نظر من به سر آمده رویترز انگلیس جناب آقای قربانپور گنجی سلام رئیس جمهور خسته نباشید آقای رئیس جمهور کمی ریستر درباره برای سوال دوستان میپرسم که حضرت عالی تا چه اندازه امیدوارید که دولت آقای بایدن سیاست های خصمانه آقای ترام در موضوع ایران رو اصلاح بکنه و اینکه برای بهبود روابط های مشخصا پیام خاصی تبادل شده سیگنال خاصی رد و بدل شده بین دو دولت تقریبا این بحث قبلا هم مطرح شد ما معتقدیم شرایط در دولت جدید آینده آمریکا تغییر خواهد یافت اون شرایط قبلی باقی نمیمونه حتی اگر ترامپ هم میمون تغییر میکرد حالا که به حال آقای بایدن پیروز این انتخابات شده تغییر خواهد کرد ما علاقه مندیم روابط رو گسترش بدیم با کشورهای اروپایی با کشورهای غربی با همسایگانمون و بر این مبنا ما داریم تلاش میکنیم و به اعتقاد من همطوری که من قبلا هم گفتم برای رسیدن به این مسئله ساده است و آسونه اگر طرف مقابل پنج به اضافه یک آماده باشه برگرده به سال 2017 ما هم آماده هستیم و این کار در یک زمان کوتاهی عملیاتی و اجرایی خواهد شد. خبرگزاری صدا و سیما جناب آقای سید محمد رضا فخاری. حسن رئیس جمهور ممنون از فرصتی که در اختیار رسانه قرار دادید. خب جناب و دیگر اعضای شورای عالی همانگی اقتصادی حدود 20 روز پیش دیداری حضوری با مقام معظم رهبری داشتید ایشان در اون دیدار بر لزوم تشکیل منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تشکیل دبیرخانه فعال برای این شورا تاکید کردن و حتی گفتن که جلسات باید پی در پی تشکیل بشه علت اینکه هنوز جلسات برگزار نشده چی هست و از چه زمانی این جلسات آغاز خواهد شد مچک خیلی زود به زودی انشالله بله مقام معظم رهبری تاکید فرمودند بر اینکه جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل بشه ما بلافاصله بعد از بیانات ایشون اون روز که خدمتشون بودیم به کمیته ای که کار کارشناسی میکنه گفتیم که جلسات خودشونه بگذارن چند جلسه تا حالا گذاشتن و اون چه باید در دستور کار شورای عالی قرار بگیره دارن بحث و بررسی میکنن به نظر من یا تو هفته آینده یا هفته بعدش ما حتما جلسه رو تشکیل میدیم و این جلسات رو هم ادامه خواهیم داد هم دستور کار داریم و هم میتونیم انشالله با هماهنگی هم برخی از مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم البته قبلا در مجلس قبلی ما شرایط ما به ای بود که این جلسات شورای عالی هماهنگی به خوبی تشکیل میشد بعد در عمل و اجرا خیلی دیدیم فعال نمیتونه باشه یعنی تصمیمات خیلی کند گرفته میشد دیر گرفته میشد به این دلیل بود امروز دو قوه دیگر هم همین نظر رو دارن که ما این جلسات رو به طور منظم تشکیل بدیم و مواردی که باید در دستور کار قرار بگیره انشالله در دستور قرار بگیره و حل کنیم این کار رو انجام میدیم انشالله حتما خبرگزاری مهر جناب آقای محمد مهدی توسلی آقای روحانی سلام من از اینی که بعد از قرنطینه کرونایی فرصت شده که شما رو از قاب تلویزیون نبینیم و در یک فضای حقیقی شما رو ببینیم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار رسانه ها قرار دادید من سوال مشخصم در رابطه با موضوع برجام هست این که شما قبلا گفته بودید که در واقع آمریکا با یک کاغذ خوب و امضا میتونه به برجام برگرده و چیز دیگه لازم نیست ولی خب قبلا مشاوران و نزدیکان شما بارها و بارها گفتن که هزینه هر روز تاخیر اجرای برجام توی همون سالهای 94 منظورم هست هزینه هر روز تأخیر اجرای برجام تقریبا حدود 100 میلیون دلار هست حالا با توجه به این شرایطی که این هزینه تاخیر در اجرای برجام توسط مشاورین شما اینقدر تخمین زده شده از طرفی هم خودتون مشکلات کشور رو آمریکا میدونستید و گفتید مردم باید لعن و نفرینشون رو خطاب به آمریکا بدن و کاخ سفید بفرستند میخوام ببینم نباید الان برای بازگشت آمریکا به برجام پیش شرط تعیین بشه و با توجه به میلیاردها دلار خسارتی که به کشور وارد شده از دولت آمریکا تقاضای در واقع خسارت کرد حالا اگر ما بخوایم طلب رو از آمریکا بگیریم که خیلی زیاده از اول انقلاب حتی قبل انقلاب از کودت های سال ارز کنم که 1953 تا کنون ما همش خسار... قبلش هم داشتیم حالا اقل در این دوران طولانی ما خسارت های بسیار زیادی از آمریکا داریم محاسبهش هم شاید خیلی سخت باشه که ما محاسبه کنیم اما اینکه ما برای بازگشت به برجام پیش شرط بذاریم یه وقتی است که خب ما برمیگردیم همه به برجام به تعهداتمون در ضمنم مطالباتمون رو مطرح میکنیم اون خوب خوبه حتما باید این کار رو بکنیم ما ولی پیش شرطی یعنی چی مثلا بگیم مثلا چقدر ما خسارت دیدیم کی باید بده چه جوری باید بده بعد تو کدام کنگره باید تصفیه بشه این خسارت این معنیش اینه که تحریم ادامه پیدا کنه دیگه معنی دیگه نداره که اگر ما این حرف زدیم معنیش اینه که یه پنج سال دیگه هم این تحریم ادامه پیدا کنه بعضی هم گفتن پنج سال دیگه خوب ادامه پیدا کنه تحریم خب اگر که ما اونی که امروز ما میگیم اینه که اگر پنج به اضافه یک به تمام تعهداتش فردا صبح عمل رو کنه ما هم بلا هم. ما هم. به تمام تعهدات اون اما اینکه ما یه مطالباتی داریم خب ما مطالباتی داریم از کشورهای مختلف مطالبات داریم از آمریکا بیش از دیگری مطالبات داریم <تص> اما اینکه شما میگید در سال 94 اون وقتی که برجام اجرا شد و پیاده شد ببینید ما مقصود ما این نیست که پنج به اضافه یک کامل به همه تعهداتشون عمل کردن الان تو این سه سال آمریکا که نبود رفته بود <تصفح> چهار به اضافه یک بود حالا چهار به یک به چه مقدار تعهداتشون عمل کردن حالا عمل نکردن اونا رو چکار کنیم اونا هم باید خسارت بگیریم دیگه اونا هم چی هم دیگه اونا هم متعهد بودن به هر حال به نکردند خب پس این یه جنگ جهانی باید راه بندازیم با دنیا با هر کسی میخواد با ما حرف بزنه بگیم ما تو به ما خسارت زدی اول بیا خسارت ها رو محاسبه کن ببین چجوری به ما پرداخت میکنی بعد با هم صحبت کنیم بنابراین اون چه مهم امروز در این مقطع برای ما مهمه اینه که کامل به تعهداتشون برگردند آمریکا عملا به دنیا اعلام کنه که اشتباه کرده خطا کرده برگرده به تعهد خودش اما اینکه بعد از اینکه برگشت به تعهد حالا ما چه مسائلی داریم چه مطالباتی داریم چه مواردی داریم البته که به ما خسارت خورده در این مدت هم در این دوره سه ساله خسارت بزرگ به ما خورده هم تو قبلش تن تحریم های قبلی هم همینجور بوده ما خسارت های زیادی دیدیم و باید برای مسیر جبرانش فکر کنیم و بحث کنیم شبکه تلویزیونی ان آمریکا جناب آقای عبدالعلی عروزی Um, Mr. President elect Joe Biden has said that he wants to rejoin the JCPOA, but he says he wants a stronger deal that uh, incorporates Iran's missile program, regional influence, a sentiment that's been echoed by the Germans, the French, and the British. Given those additions, is it realistic that all sides will be back into c full compliance before your term in office ends? And has your جناب آقای رئیس جمهور، آقای جو بایدن اعلام کردند که مایل هستند مجددن به برجام بازگردن اما این بار به دنبال یک توافقنامه قدرتمندتر هستند که شامل برنامه موشکی ایران، نفوذ منطقه ایران خواهد بود و در این راستا کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا هم با اون هم صدا هستن. هستند آیا با توجه به الحاقاتی که مد نظر آقای بایدن هست به نظر شما بازگشتن به بازگشت کامل به تعهدات برجامی از طرف همه طرفها منطقی و واقع بینانه به نظر میرسه و آیا به نظر شما این امر تا زمان پایان کار دولت شما محقق خواهد شد و مورد دوم اینکه آیا تماسی از طرف آقای بایدن با شما وجود داشته یا خیر حالا اون تعبیری که شما نقل کردید از آقای بایدن من نشنیدم که بگی که من اگه بخوام برگردم باید یک توافق دیگری داشته باشیم توافق قوی تری این که حرف ترامپ این که حرف بایدن نیست ترامپ همین میگفت دیگه میگفت ما این توافق قبول نداریم باید برگردیم به یه توافق قوی تر حالا بر فرض هر که این حرف بزنه آلمان بگه یا حرف به نظر من هیچ پیش شرطی رو ما نخواهیم پذیرفت و قبول نمی کنیم از هیچ کس نه برجام قابل مذاکره است نه اینکه بخوایم برجام رو از نو بخوایم پن کنیم رو میز مذاکره از نو ماده به مادهش بحث کنیم یه برجام قبلا مذاکره شده توافق شده عین این برجام یا همه اجرا میکنن یا اجرا نمیکنن اگه همه اجرا کردن ما هم اجرا میکنیم به هر حال و مسائل دیگری که شما نام بردید مسائل موشکی منطقه هیچ ارتباطی به مسئله ای نداره اینا رو قبلا با ما صحبت کرده بودن همون موقع که پنج به اضافه یک با ما صحبت میکرد تو برجام همه اینها رو بحث کردن ماها آمریکا بحث میکرد که مسئله موشکی رو وارد کنه ما رد کردیم و گفتیم قابل مذاکره نیست ماها بحث میکردن که مسائل منطقه ام وارد شه اینا همه بحث شده رد شده حالا ترامپ بیخبر بوده از همه چی اصلا نمیدونست ولی خب آقای بایدن به خوبی میدونه چه مذاکراتی انجام شده و چی شده به هر حال اینا قابل طرح نیست و قابل مذاکره اصلا نیست اونی که میتونه روی میز باشه همین که همه برگردن به تعهدات کامل خودشون خبرگزاری برنا سرکار خانم محبوبه رستمی سلام رئیس جمهور از خسته نباشید دارم خدمت شما و اعضای دولت آی رئیس جمهور توی این شرایط سخت تحریم و کرونا مردم توقع آرامش و تعامل قوا با یکدیگر رو دارن چیزی که نه تنها شاهد اون نیستیم بلکه شاهد تقابل قوا با یکدیگر هستیم شما اخیرا هم که قبل بعد از اینکه حالا نمایندگان مجلس برخوردهای نادرست رو با اعضای دولت با وزرا داشتن دولت رو توصیه کردید به در پیش گرفتن تعامل با قوه مقننه و قوه قضایی چیزی که حالا نهایتا ما دیدیم که منجر به توهین به شخص خود شما شد تا جایی که مجلس در همون ماه ابتدایی خودش دومین اختار رو هم از رهبری گرفت مشخصا میخواستم عرض کنید که آیا سیاست دولت مبنی بر تعامل قوا با یکدیگر با یکدیگر منجر به شکست شده و اینکه شما اخیرا مطرح کردید سوال از... یک سوال لطفا نه نه مرتبط با همون اگر اجازه بدید بیشتر از اینکه دولتی باشید مجلسی هستید آیا در طی این سالها این حجم از تقابل قوا با یکدیگه سابقه داشته اینکه حالا در صورت عدم اجرای یک طرح حکم زندان تعیین بشه متشکرم نه ما که دنبال تقابل با قوه دیگه نیستیم که یعنی وظیفه همه ما رو قانون اساسی مشخص کرده وظایف دولت معلومه مبنای ما فقط قانون اساسی است معیار ما هم قانون اساسی است ما تعامل میکنیم با دو قوه دیگر در چارچوب قانون اساسی از اونا هم توقع داریم با ما تعامل کنند در چارچوب قانون اساسی ما چیزی فرای قانون اساسی نمیخواهیم از قوای دیگر منتها یه اهداف مهمی ما داریم اون اهداف مهم باید مد نظر همه ما قرار بگیره اهدافی که مردم ماها رو انتخاب کردن برای اون اهداف انتخاب کردن برای اینکه ما بیایم اون مسائل حل و فصل بکنیم همون چیزهایی که خود ماها همه یعنی چه رئیس جمهور چه نمایندگان مجلس فرق میکنه تو بحث انتخاباتیشون و تبلیغات انتخاباتیشون مرتب همینا رو مطرح کردن که ما میخوایم این کارا رو بکنیم به نفع مردم و بر اون مبنا رأی گرفتن پس رأی مردم به چه مجلس چه دولت بر این مبنا هست که همه اونها بر مبنای منافع ملی خودشون حرکت بکنن ما دنبال تعامل هستیم با قوای دیگر با مجلس با قوه قضاییه شرایط کشورم شرایط تعامل و باز هم این نکته رو تاکید میکنم ما در شرایط جنگیم و همه باید به فرمانده میدان کمک کنند برای حل مشکلات و نباید فرماندهی میدان تضعیف بشه روزنامه جوان جناب آقای مهدی پورصفا سلام از میکنم خدمتون جان رئیس جمهور حضرت عالی در سوالات قبلی دوستان تاکید کردید بر اینکه ما دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت و میانات گازی خواهیم فروخت از اونجا که بودجه به عنوان برنامه خرج و در واقع درآمد کشور باید بر اساس مسائل قطعی و نه مسائل انتظایی و تحلیلی تحریزی بشه دو تا دوراهی در مقابل ما میمونه یا اینکه ما قطعیت داریم در مورد برداشته شدن تحریم ها و برقراری معافیت های تحریمی در قالب برجام و اتفاقی که قرار بر ما بیفته و یا عکس اون میشه عدم فروش این مقدار نفت و آوار شدن حجم زیادی کسری بودجه بر روی دولتی قرار بعد از دولت شما در سال 1400 سکان امور در دست بگیره صرف نظر اینکه متعلق به هر جناح سیاسی باشه بر سر این دو راهی انتخاب دولت شما چیه و یا آیا شما خبر قطعی دارید؟ چون تقریبا در تمام سالاتی که دوستان مطرح کردن شما هیچ پاسخ قطعی در مقابل راه اول ندادید و صرفا به بیان تحلیل و دریافت خودتون از شرایط امریکا و بین المللی دنیا پرداختید بودجه که دولت به مجلس ارائه میکنه برای کسب مجوز هست یعنی از مجلس میخواد اجازه بگیره برای اینکه دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت بفروشه دو میلیون و 500 هزار بشکه هرچی که حالا در بودجه مطرح میکنه بر مبنای تحلیل ما بودجه نمی ما بر مبنای واقعیات بودجه می ما بر مبنای اینکه صادرات نفت ما پارسال چقدر بوده امسال چقدر هست پارسال چه کار می امسال چه کار می کردیم راه هایی که امسال پیدا کردیم پارسال نداشتیم حالا ما همه چیز رو که نمیتونیم پشت بلندگو بیاییم توضیح بدیم که ما چه اقداماتی میکنیم نه اصلا تحریم برداشته نشه اصلا برجام نشه ما دو میلیون سی ست هزار بشکه نفت میفروشیم مبنای ما اینه دو میلیون و سی هزار بشکه نفت در بازار بین المللی یا بازار داخلی ما میفروشیم قطعیه اصلا یک بشکم نه کمتر یک بشکه من دو و سی میگم بر مبنای توان فعلی ما هست اگه توان ما دو بود در بوجه می نوشتم دو ما بر مبنای نه بر مبنای اینکه برجام چی میشه دو سی بر مبنای اینست که وزارت نفت به من میگه من در ماهای اولیه سال اگر بخوام من تولید کنم و چاهام فعال بکنم دو سی میتونم صادر کنم بر این مبناست اگه وزیر نفت به من بگه دو پونصد من منوشتم دو پونصد نه دو سی صد. بنابراین ما تحلیلی هستم بحث نمی کنیم دولت کاملا برنامه داره یقینی است صد درصد هست و من دارم اعلام میکنم بودجه که شش ماهش حدودن من باید اجرا بکنم من دارم اعلام میکنم و این کار خواهم کرد ما دو و صد نفت میفروشیم در شش ماه اول شش ماه دوم دولت بعدی میفروشیم اما اینکه ما برای دولت بعد مشکل درست کردیم یا یعنی نه اصلا این تفکر کاملا از ذهن پاک کنیم اصلا برای ما من آدمی نیستم که تو نظام نبودم مثلا هفت سال آمدم میخوام حکومت کنم بعدم برم یه جایی برم مصاحبه کنم مرتب من آدم اینجوری نیستم من از اول نظام بودم همیشه مسئولیت داشتم از روز اولی که قبل از اینکه از اولی که انقلاب شروع شده نهضت شروع شده از سال 41 تو نهضت بودم بعد از انقلابم هم همیشه مسئول بودم پس بنابراین من به فکر این نیستم که این دولت یا اون دولت برای من نظام و کشور مطرحه نه که این دولت حالا این دولت شش ماه سال آینده هست یا نیست دولت بعدی میاد نه دو سیصد بر مبنای واقعیتی است که ما جلسات متعدد بحث کردیم تو دولت دولت تصفیب کرده این رو ما که شوخی نمی کنیم با کسی که ما تحلیل کردیم ما بر مبنای تحلیل میخوایم که اگر تحریم برداشته بشه که ما صادرات نفت ما دو سیصد نیست که ما صادرات ما دو هشتصد دو خواهد بود اصلا دو سیصد نیست اگر تحریم ها برداشته بشه ما همون حقی که در اوپک قبلا داشتیم یعنی هر مقداری که 95 میفروختیم دو همون همونقدر ما میفروشیم نفت رو شش ماه دوم 95 چقدر نفت میفروختیم حالا هم همونقدر میفروشیم بنابراین بر مبنای تحلیل نیست بر مبنای یک محاسبه دقیق و واقعی است روزنامه همشهری جناب آقای محسن تولایی وقتتون بخیر آقای رئیس جمهور آقای رئیس جمهور با توجه به جنگ اخیر قرهواق شاهد هستیم که برخی از کشورها به دنبال برداشت منافع و اقراض خودشون تو منطقه قفقاز و آذربایجان هستند با توجه به شهرخانی اخیر آیه اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آذربایجان فکر می‌کنید آینده روابط ایران و ترکیه به چه سمت و سوی سخ پیدا خواهد کرد ممنون روابط ایران ترکیه یک روابط بسیار مهم هست و همسایی هستیم هم که روابط سیاسی داریم، روابط اقتصادی داریم، تو مسائل منطقه ما با هم بحث میکنیم تو روند آسانه با هم هستیم، فعالیت میکنیم، روابط ما بسیار مهمه البته مسئله تمامیت ارزی و ایران و جایگاه ایران هم اهمیت ویژه‌ای داره حق مردم ما هست که در یک جمله حساسیت به خرج بدن و نظرشون رو اعلام بکنن تمامیت ارزی برای ما مهمه اون چه برای من مهم بود این بود که وزیر خارجه ترکیه به وزیر خارجه ما در تلفن به سراحت گفت که آقای اردوغان یه همچون قصدی رو اصلا نداشته و بعد خود دولت ترکی، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم باز همین رو تاکید کرد سفیر ترکیه هم همین رو تایید کرد که این خب یه شعر چند پهلوه وابسته که این شعر کجا بیستی بخونی این شعر تو ایران بخونی یه جوره این شعر بیرون ایران بخونی یه جور دیگه معنی میشه یه چند پهلوس به هر حال واقعیت اینه که خب وقتی مقامات ترکیه صریحا به ما میگن که آقای اردوغان همچون قصدی رو نداشته و در همون سخنرانی هم او تاکید کرده بر اینکه ما در مسائل منطقه باید چند جانبه با هم کار کنیم ترکیه، ایران، روسیه، آذربایجان، ارمنستان همه با هم فعالیت بکنیم پس ما باید قبل و بعد صحبتش رو با این کنار هم قرار بدیم یعنی کل سخنرانی رو در کنار هم قرار بدیم من با سابقه ای که با آقای اردوغان دارم در طول این هفت سال خورده ای که ما با هم رفت و آمد داشتیم مذاکرات بسیار زیاده داشتیم بسیار بعید میدونم که یه همچون قصدی داشته باشی که به ملت ایران یا تمامیت ارزی ما توهین بکنه البته حق اونهایی که معترض شدند طبیعی است حق اونهاست که حساسیت خودشون رو نسبت به میهندوسی و میهنپرستی خودشون نشون بدن بنابراین به نظر من با این بیان سریحی که مقامات ترکیه به ما رسما گفتن که یک همچون قصدی در کار نبوده و ایشان میخواسته بگه که مردم جمهوری آذربایجان از آزاد شدن سرزمین هاشون خوشحالن حالا این وسط یک شعری هم خونده که یک شعر حالا چند پهلو است معمولا آقای اردوغان شعر زیاد میخونه وقتی هم سخنرانی میکنه از حافظ و سعدی و مولانا و اینا و مرتب شعر میخونه حالا این شعر رو هم خونده به نظر من با توضیحاتی که دادند ما میتونیم از این مسئله عبور بکنیم اما حساسیت مردم ما بسیار مهمه همه دنیا باید بدونن میلیمتر میلیمتر سرزمین ما برای همه ما اهمیت داره و همه در سخنرانی هاشون در بیاناتشون باید به این حساسیت ایران و اهمیت مسئله تمامیت ارزی توجه بیشتر بکنه خبرگزاری فرانسه جناب آقای امیر حواسی سلام روانی خسته نباشید من سوالام رو به انگلیسی مطرح می‌کنم Uh, the European states have uh, constantly criticised Iran on the use of death penalty, and the recent execution of Rouhollah Azam has raised tensions between the E3 and the Slovak Republic, by even leading to uh, the cancellation of a business summit in Iran. Your government, at the same time, has repeatedly expressed its dissatisfaction at the Europeans, saying that they have failed to meet their JCPOA commitments. Don't you think that the aren't you concerned that these recent uh, that the recent execution can somewhat prove counterproductive and hurt the diplomatic efforts that you say you want to push in order to salvage the nuclear deal? General Ayres from here, countries of Europe have barred and in a more general way, in particular, the recent executions Iran have been a matter of concern, and the آقای روح الله زم باعث تنشهای بیشتر بین سه کشور اروپایی و جمهوری اسلامی ایران شده تا جایی که موجبات لغو جلسه در واقع نشست بازرگانی بین این کشورها رو در ایران رقم زد ایران هم بارها در نارضایتی خودش رو از عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی سخن گفته آیا احساس نمی کنید که در شرایط کنونی و با وجود این اعدام ها این باعث به خطر افتادن در واقع برجام خواهد شد در حال جمهوری اسلامی ایران یک قوه قضاییه داره قوه قضاییش مستقل دادگاهش حکم صادر میکنه اینکه حالا یه حکمی مورد خوشنودی یه گروهی باشه یا مورد ناراحتی یه گروهی باشه که برای ما منات نیست که اونها خوشحالن یا اونها ناراحت هستن شاید این چیز خوبی نباشه برای تاریخ زندگی آقای زم که اعدام شده خب تو این کشور طبق مقررات ما حکم اعدام داریم در قانون ما هست و فرد اعدام میشه چرا برای یک فرد این همه حساسیت به خرج میدن خودش معنای خوبی نداره یک معنای مداخل جویانه ای داره و اونا دارن میگن که این فرد فردی بوده برای منافع ما کار میکرده وقتی اینجوری دارن حساسیت به خرج میدن یه همچون چیزی استنباط میشه این به نفع اونها نیست به نفع کسی هم نیست بنابراین همیشه اروپایی ها تو بعضی از مسائل حساس بودن ما هم حساسیم ما هم در بعضی از اقداماتی که انجام میشه حساسیم اعلام نظر میکنیم تو فرانسه به حوادثی رخ میده ما حساسیم اعلام نظر میکنیم در آلمان ممکنه حوادثی رخ بده ما اعلام نظر بکنیم ما هم ناخشنودی هایی داریم از کارهایی که حکومت های اروپایی انجام میدن بنابراین همه ما در چارچوب حقوقی که داریم باید نسبت به تعهداتمون و روابطمون مد نظر قرار بدیم این فردی که مورد اعدام قرار گرفته بدون حکم دادگاه نبوده که به حال دادگاهی رسیدگی کرده و حکم صادر کرده به بر این مبنا بوده بنابراین اونا اشکالشون به حکم اشکالشون به قوه قضایی است اشکالشون به چی هست به هر حال اونا آزادن که اظهار نظر بکنن ما هم در چارچوب قانون و مقرراتمون عمل خواهیم کرد بعید میدونم این مسئله به روابط ایران و اروپا لطمه وارد کنه روزنامه اعتماد سرکار خانم مرجان زهرانی سلام رئیس جمهور جناه رقیب و منتقدان شما به خصوص در یک سال اخیر همیشه معتقد بودند که شما بیش از اختیارات یک رئیس جمهور از بیش از اختیارات یک رئیس جمهور و حمایت‌های مقام رهبری برخوردار هستین اخیرا هم یکی از اعضای دفتر رهبری در این مورد توی فضای مجازی اظهار نظری داشتن جلوگیری از استیزاح شما در مجلس هم میتونه نمونه برای این ادعا باشه اما آیا این اختیارات در مسائل سیاسی و اجتماعی هم به شما داده شده بود و اینکه اگر شما در این حوزه ها هم اختیاراتی داشتین بیش از اختیارات یک رئیس جمهور چرا به موضوعاتی که برای مردم مشخصا خیلی مهم بود و در یک سال گذشته اعتمادشون به حاکمیت رو تحت تاثیر قرار داد ورود نکردین شخصا مسائلی مثل بازداشت ها اعدام یا حتی زندان های مدت برای بعد از اعتراضات آبان ماه فضای امنیتی دانشگاه ها یا حتی ادعاهای که از بله حتما سوالتونو لطفا ادعاهایی که از طرف فعالای محیط زیستی مبنی بر شکنجه در زندان مطرح بود شما مشخصا ورود نکردین و حتی از یک حداقلی هایی مثل در واقع اختار قانون اساسی ظرفیتی که وجود داره استفاده نکردید من خیلی ارتباط بین آخر صحبت جناب و اولش خیلی متوجه نشدم که رهبری از دولت حمایت میکنه خوب رهبری طبق وظایف شرعی که داره طبق وظایف قانونی که داره از دولت حمایت میکنه خب سر جای خودش محفوظ این که رئیس جمهور اختیاراتش چه مقدار هست و از اختیارات خودش چه مقدار استفاده میکنه اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی آمده شما موردی را اشاره میکنید نسبت به قوه دیگر میگید قوه غذاییه کسی رو زندان کرده یا کسی رو محاکمه کرده شما چرا از اختیاراتتون یا از قدرتتون استفاده نکردید؟ اختیارات اولا من در خیلی از موارد هست که نامه هایی به من میرسه شکایت هایی میشه از طریق وزیر دادگستری من اقدام میکنم منتها این معنیش این نیست که حالا هر نامه رو ما به این منتشر بکنیم و اعلام بکنیم که ما چه اقدامی رو انجام دادیم معمولا شکایتی دست من میرسه من ببینم نکته قابل ملاحظه ای داره اون رو ارجاع میدم به وزیر دادگستری وزیر دادگستری هم با قوه قضایی گایبر بار خود شخص رئیس قوه قضایی صحبت میکنه و دنبال میکنه اما در این حال وظایف رئیس جمهور مشخص و روشنه اون جایی رئیس جمهور میتونه به قوه قضایی تذکر بده یا اختار بده طبق اصل 113 اون جایی که ببینه قانون اساسی داره نقض میشه اون هم با تفسیری که در سال 91 شورای نگهبان کرده این اصل رو کم اثر و بی اثر کرده قبلا رئیس جمهور بوده به قوه قضایی تذکر داده و اختار کرده قوه قضایی هم به شورای نگهبان نامه نمیشه شورای نگهبان گفته حق رئیس جمهوره طبق اصل 113 حق رئیس جمهور تذکر بده حق رئیس جمهور اختار قانون اساسی بده ولی خب اخیرا تو سال 91 نظر شورای نگهبان یه جور دیگه شده یه تفسیری کرده بر مبنای اون تفسیر این اصل رو بی اثر کرده به نظر من رأی مردم به رئیس جمهور وقتی رأی میدن بر مبنای اصول قانون اساسی است و اصولی که روشن ظاهر حالا یه وقتی یه اصلی هست دو پهلو سه پهلو اونجا باید بریم دنبال تفسیر ولی یه چیزی که روشن و واضح هست و عمل شده در سالهای پیش باید بهش عمل بشه بنابراین من در هر موردی که دیدم که برخلاف قانون اساسی عمل شده علا رغم این تفسیر باز هم تذکر دادم کتبا البته خب قوا معمولا جواب میدن وقتی من تذکر میدم میگن تفسیر اخیر شورای نگهبان یه جور دیگه هست به خود شورای نگهبانم من تذکر میدم طبق اصل و به خود شورای همان هم تازه. اونا هم همین جواب میدن میگن نه ما طبق تفسیری که کردیم بنابراین همون تفسیری که سال 91 اینا انجام دادن نه این اول صحبت با آخر صحبت خیلی متناسب به نظر من مربوط نیست و من هر جایی که بوده در اختیارات من بوده طبق قانون اقدامات لازم رو انجام دادم خیلی متشکر جناب رئیس جمهور وقت رو به پایان هست و خوشبختانه تمام همکاران حاضر من هم توضیح کوچک که یک دقیقه بدم حالا که وقت تمامه ببینید این جمله ای که من گفتم وزیری که باید حامی مصرف کننده باشه مجلس موافقت نکرد که ما داشته باشیم معنیش این نیست که تو دولت از مردم یا از مصرف کننده حمایت نمیکنن خب ما مرتب از مصرف کننده ها حمایت میکنیم و دنبال این هستیم که یک تعادلی بین تولید کننده و مصرف کننده باشه مقصود من این بود که یک وزیری که کارش این باشه و اون وزیر بازرگانی است وزیر صنعت کارش حمایت از صنعت وزیر کشاورزی کارش حمایت از کشاورزانه ما یه وزیر میخواهیم که دنبال روابط تجاری با دنیا و تولید داخلی باشه و صرفا به فکر مصرف کننده باشه متاسفانه این وجود نداره یعنی جایگاه این وزیر خالی است در هیئت دولت نه اینکه ما از مصرف کننده حمایت نکنیم یا در موارد لازم دنبال نکنیم که مداوم این کار رو انجام بدیم خوشبختانه همه همکاران سوالاتشون رو مطرح کردن جناب رئیس جمهور اگر مطلبی باقی مونده در خدمت شما هستیم و اگر نه مصاحبه رو به پایان برسیم خیلی ممنون و متشکر از همه خبرنگاران عزیز امیدوارم باز هم در آینده فرصتی باشه شرایط بهداشتی به ما اجازه بده در یک فضای باستری مفصلتری با خبرنگاران عزیز صحبت بکنیم و اونچه مورد نظر اونهاست به بحث و گفتگو گفت بنشینیم متشکرم